گروه صداهای بعدی ما سازهای کلیدیمون هستن. دو تا ساز کلیدی داریم توی این پروژه. یکیش پیانو الکتریک رودز، با هم صداشو گوش میکنیم. خب با صدای رودز که آشنا هستین دیگه، این فقط ترمولو خیلی زیادی داره نسبت به بعضی از رودزها. پلاگین هایی که روش استفاده شده فاف فیلتر پرو کیو 3 و سایدره. پرو کیو 3 که باش آشنا هستین، اینجا اتفاقی که افتاده از اکولایزر مید ساید استفاده کردم. دوباره درباره مید ساید مقاله و ویدیو توی سایت هست، میتونیم برین تماشا بکنین که دقیقا مید ساید چی چیه. ولی مید ساید رو بخوام به طور کلی براتون بگم که معنیش چیه، میشه این که شما یه تأثیری رو، یه افکتی رو روی صرفاً باندهای کناری صدا اعمال کنید یا باند وسطی صدا. صدا رو میشه چند جور تقسیم کرد دیگه، میشه چپ و راست تقسیمش کرد. میشه یه پهنای استریو رو فرض کرد و گفت یه سری از صداها تو کناره های این پهنای استریو هن، یه سری از صداها وسط این پهنای استریو هن. هرچه به وسط حرکت میکنیم در واقع صدا مونوتره، هرچه به کناره ها حرکت میکنیم در واقع صدا استریوتره. اکولایزر مید ساید تأثیرات اکولایزری رو روی باندهای میانی و باندهای کناری به صورت جداگانه اعمال میکنه. الان من تو دامنه 93 هرتز تو باند میانی، یعنی باند مونو وسطمون، یه دامنه فرکانسی با کیوی 1 و 2 و فکر کنم شیبش 24 دسیبل بر اکتاف باشه، مطمئن نیستم، ببینم، نه 36 دسیبل بر اکتاف، به صورت استاتیک 3 دسیبل کم کردم، به صورت دینامیک هم 8 دسیبل. گوش کنیم تأثیرشو. این نوتای بمی که میزد اینا با بیس تلاقی میکردن، برای این اینقدر سنگین کنترلش کردم. یه بار دیگه می‌بینیم بیسمون رو خیلی خوب کنترل می‌کنه. بعد یه فرکانس‌های مفیدی رو پیدا کردم، یعنی در واقع زور شخصیت صدایی این ساز رو من توی 1000 هرتز دیدم. این دامنه رو گوش کنین. این دامنه رو یکم به صورت استاتیک توی باندهای کناری افزایش دادم. گوشش کنیم به صورت جدا. اکولایزر رو خاموش روشن میکنم، به طور کلی گوشش کنیم. اکولایزر مید ساید وقتی اینطوری اعمال میشه که یه دامنه رو، مثلا مید رو کم میکنیم و دامنه سایدمون رو حالا توی فرکانس دیگه زیاد میکنیم، تأثیر اصلیش اکولایزرش نیست، تأثیر اصلیش یه جور استریو وایدنره. از لحاظ استریو پهن‌تر میکنه صدامونه. اگر دارین صدای من رو روی گوشی یا روی هدفون حتی گوش میکنی، این شاید خیلی درست متوجه نشین که این اکولایزر در اصل داره چی کار میکنه، چون یه جورایی من خواستم با تغییرات فرکانسی صدام رو پهن‌تر کنم، نه که صرفا فرکانسامو رو کم و زیاد کنم. بعدش دوباره یه نرم افزار خیلی جالب از شرکت ایر ویندوز رو استفاده کردم. همونطور که میبینین دوباره جی او آی نداره، ولی صدای خیلی جذابی داره این نرم افزار. گوشش کنین. شرکت ایر ویندوز تو ساختن درایو های انالوگ و شبیه ساز مدار های انالوگ واقعا استادن، یعنی واقعا با تحقیقات خیلی سنگین. و اون بنده خدا که اسمش یادم رفت مبتکر شرکت کیه، اون بنده خدایی که با اسبانی این قضیه است، اصلا نرد مدارهای آنالوگه و درایو های انالوگش حرف ندارن.
من واقعا صدای این دیستورشن آنالوگ سایدر رو دوست داشتم روی این الکتریک پیانو. یه بار دیگه خاموش روشنش میکنم، توجه کنین به دیستورشنی که ایجاد میکنه و فرکانس‌های های مضاعفی که این دیستورشن به همراه خودش میاره، یه جور هیس نویز توره، به این توجه کنید. من این صدا رو از دیستورشن خیلی از امپا بیشتر دوست دارم. کلن محصولات ایرویندوز رو توصیه میکنم برین تو سایتشون. میتونین کل نرم افزاراشون رو در قالب یه فایل کمپرس شده دانلود کنین و بشینین باشون آزمون و خطا کنین، امتحان کنین و صداهای خیلی باحالی میتونین توشون پیدا کنین. ساز کلیدی دیگهی که داریم یه سینتسایزر سروم بود که یه همیچین آرپژی رو تولید میکرد. تغییراتی که روی این اعمال شده یه دونه فیلتر های پسه، یعنی صدا رو همه تغییراتی که لازم بود روش اعمال بکنیم توی خود سروم اعمال کرده بودیم، فقط وقتی خروجی ازش گرفتیم و فلان توی پروژه قرار دادیم، توی پروژه باید تعیین میکردیم که در واقع تا کجا ما فرکانس‌های بم اینو میخواییم، که الان تعیین کردیم فرکانس‌های بممون تا 400 هرتز گرفته بشن، 410 هرتز. اینم گوش میکنیم. یه های پس نرماله، ولی یه اتفاق دیگه‌ای که توی این صدا خیلی مهمه تنظیمات اتوماسیونشه. یه والیوم اتوماسیون من به این دادم که صدا رو به این صورت کم و زیاد میکنم. توی پروژه وقتی گوشش کنید هی میاد و میره این صدا، گوشش کنید. در واقع دلیل استفاده از این صدا تقویت گروو. خیلی من نمیخوام این صدا به صورت مجزا به عنوان یه ساز شنیده بشه. من دلم میخواد گروو کلی آهنگو تقویت کنه. برای همینم هم هست که بیشتر جاها صداش خیلی کمه. فقط اینجا خیلی خوب شنیده میشه. اینجا تا حدودی شنیده میشه. همون اولش هم که شروع میشه میه تا حدودی میشه حس کرد تاثیرشو. اینجاها هر جایی که میره بالا این وسطا حدودن میشه شنیدش، ولی این آخر دیگه به صورت رسمی قابل شنیدنه. اینم از این. یه المان دیگه یه ساز کلیدی داریم که این اول زیر سولو من به عنوان پد ازش استفاده کردم. این در واقع همین صدای پیانو الکتریک ماست که ریورب روش گذاشتیم. اینو با استفاده از پلاگین ولهلا شیمر تبدیل به این صدا کردم. به جای اینکه یه پد مجزا بزنم برای این پروژه، از همون پیانو الکتریکم استفاده کردم و یه پد ساختم براش. خب اینم از سازهای کلیدیمون. میریم سراغ گروه بعدی سازها.